سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. من محمد رضا با اولین ویدیو آموزش موسیقی در خدمت شما هستم. یک مجموعه ویدیو آموزشی مبتنی بر اصول موسیقی جهان رو با همدیگه پیش رو داریم که من تمام سعیمو میکنم تا با ساده ترین و پربازده ترین روش به شما عزیزان ساز گیتار و سبک پاپ که مورد علاقه اکثر دوستان هست رو با هم یاد بگیریم. اگر رزومه کاری بنده رو بخوای، من 10 ساله که به صورت حرفه‌ای گیتار رو به عنوان ساز تخصصی و پیانو ساز دهنی رو به عنوان ساز کمکی پیگیری میکنم و 5 سالم میشه که به بسیاری از دوستان و هنرجویان عزیز مثل شما عزیزان تدریس میکنم. من در یکی از بهترین فرنسرهای تهران موسیقی رو زیر نظر یکی از بزرگترین اساتید موسیقی شروع کردم و خیلی سریع در گروه‌های مختلف مشغول به نوازندگی شدم. حالا هم دوست دارم شما عزیزان رو با اطلاعاتی که دارم سهیم کنم تا شما هم بتونید با کمترین هزینه ساز مورد علاقتون رو یاد بگیرید. موفق باشید. خب بریم سراغ اصل مطلب. ما جلسات ابتدا با آموزش تئوری موسیقی شروع خواهیم کرد. ممکنه اکثر دوستان بسیاری از مطالبی که تو این جلسات گفته میشه رو بلد باشن، اما من تمامی موضوعات از پایه و از اول شروع میکنم تا هیچ سوالی در ذهن دوستان نمونه و از دوستان خواهش میکنم که هر سوالی که به ذهنتون میرسه توی کامنت برای من بنویسین. من سعی میکنم اکثر کامنت را توی یک ویدیو جداگانه کاملا پاسخ بدم. همونطور که میدونید موسیقی از 7 نوت اصلی تشکیل شده که این نوت‌ها رو به ترتیب دو، ره، می، فا، سول، لا، سی نامگذاری کردم. موسیقی یک زبان بین‌المللیه و الفبای اون رو نوت میگن. نوت‌های موسیقی روی خطوط حامل شکل میگیره. شما وقتی یک دفترچه نوت تهیه میکنی یا نوت‌های موسیقی رو که از قبل نوشته شدن رو نگاه میکنی، میبینی که 5 خط وجود داره و نوت‌ها روی این 5 خط قرار گرفتن. به این خطوط خطوط حامل میگن. همیشه ابتدای خطوط حامل کلید سول قرار داره که بیانگر حضور نوت سول روی خط دوم حامله. حالا به دسته گیتارتون نگاهی کنید. میله‌هایی رو می‌بینید که روی دسته نصب شدن. این میله‌ها فرت نام داره و بهترین صدا با گرفتن پشت فرت‌ها ایجاد میشه. یعنی در موقع نوازندگی دقت کنید که دقیقاً پشت فرت‌ها گرفته بشه. اگر روی فرت‌ها یا جلوی فرت‌ها رو بگیرید، صدای نامفهومی از گیتار به وجود میادش که زیادم مورد علاقه ما نیست و اون چیزی که ما می‌خوایم رو به ما نشون نمیده. برای جلسه اول از شما دوستان خواهش میکنم تا 2 تا تمرین عملی ساده اما کاربردی که میگم و انجام بدین. این تمرین ها برای راه افتادن انگشتان و دستان هنرجویان عزیز که میخواین گیتار رو شروع کنن بسیار بسیار مهمه. برای جلسه اول 2 تا تمرین داریم که این 2 تا تمرین رو توی ویدئویی که الان میذارم کاملا به صورت واضح و مشخص میتونیم ببینیم و به راحتی انجامش بدین. اما یه توضیح اولیه بهتون میدم که بدونیم بعد چی کار بکنیم. اونم اینه که از سیم اول شما شروع به زدن میکنیم. یعنی سیم اول، فرت اول، فرت دوم، فرت سوم و فرت چهارم. و همینجوری به ترتیب تا سیم ششم پیش میرین. این تمرین اول هستش. تمرین دوم هم اینه که از سیم اول شروع میکنی. فرت اول، فرت دوم، فرت اول، فرت سوم، فرت اول، فرت چهارم. و همینجور تا سیم ششم پیش میرین. ممکنه که مقدار این توضیح که انداده باشم نامفهوم باشه، اما مطمئنم که توی ویدئویی که میذارم کاملا متوجهش میشی. این بود از اولین ویدیو این بخش. این ویدیو رو کوتاه در نظر گرفتم تا شما با من بیشتر آشنا بشین و
نحوه آموزش من که می‌خوایم چجوری با هم دیگه شروع کنیم و با کجاها برسیم و یه مقدار براتون توضیح داده باشم و یه سری تمریناتی هم که به نظر من خیلی مهمه و شما باید تمرین حتما بکنین، تمریناتو انجام بدین. جلسه بعد با آموزش کشش‌ها، سکوت‌ها، فاصله بین نوت‌ها و رمش نامگذاری نوت‌ها می‌پردازیم. امیدوارم که این ویدیو مورد علاقه شما دوستان بوده باشه و کمکی به شما کرده باشه. همه شما دوستان عزیز رو در ویدیوهای بعد می‌بینم. با تشکر.